مسئولان در اتاقهای تجارت صنایع و معادن افغانستان میگویند که نمایشگاه بین‌المللی معادن و فلزات افغانستان را به منظور جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سکتور معادن در کابل دایر می‌کنند. مسئولان وزارت‌های معادن و پترولیم، صنعت و تجارت و سکتور خصوصی کشور در نشست خبری در کابل از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی سه روزه معادن و فلزات تا 11 روز دیگر خبر دادند. قرار است نمایشگاه تحت نام نمایشگاه بین‌المللی معادن و فلزات افغانستان با شعار همایش سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان از تاریخ 19 الی 21 ماه میزان توسط سکتور خصوصی کشور در کابل افتتاح شود. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت بعد از زراعت سکتور معادن برای فرصت‌های اقتصادی و خودکفایی کشور رول عمده‌ای را بازی می‌کند. با گفته آقای الکوزای در این نمایشگاه سرمایه‌گذاران ایرانی، قزاقستانی و چینی شرکت می‌کنند و همچنان از سرمایه‌گذاران دیگر کشورها نیز خواسته شده که در این نمایشگاه سهم بگیرند. که واقعیتی گفتی است که یکی از چیز بعد از زراعت در کشور ما معدن اولین چیزی هستند که فرصت‌های اقتصادی را برای مردم ما برمغان می‌آورند. امروز ما در یک حالت ابتدایی هستیم، در حالتی آمدیم که مشکلات بانکی داریم، مشکلات جنجالای سیاسی داریم. شما خبر هستی انشالله یک روزی مشکل حل میشه. در همین حال مفتی برهان رئیس نشرات وزارت معادن و پترولیم حکومت امارت اسلامی با استقبال از برگزاری این نمایشگاه گفت امروز بهترین فرصت سرمایه‌گذاری در سکتور معادن افغانستان مساعد شده است. آقای برهان از تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواست که برای رشد سکتور معادن در افغانستان سرمایه گذاری کنند. یو بهترین یو قانون قوانینی که ما هم تر ډیره حد پورې اسانتیاوی رامنځته کړی دي او پر قوانینو پر مقرراتو نور هم کار روان دي چې ډیر به هم دا کار آسان کو خپل هیوادوالو ته. کله چې مقررات او قوانین آسان سي د لاسته راوړنې لپاره نو بیا هیوادوال په خپل هم داسې نه کوي چې بیا دي غیر قانوني استخراج یا قاچاق کوي. در همین رابطه رحیم الله سمندر معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان گفت این اولین نمایشگاه بین‌المللی در سکتور معادن افغانستان است که هدف اصلی آن جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سکتور تولید و معادن فلزات کشور می باشد. آقای سمندر گفت در حال حاضر 75% نیازمندی های فلزی کشور در داخل افغانستان تولید می شود. خیلی از چیزا از دوستا خارجی ها نمی فهمن راجع به افغانستان. خیلی از معلومات از راجع به منرال ها معدن افغانستان که دوستای بیرونی حتی منطقی ما نمی فهمن دربارش. سنگ میره به کشورهای همسایه، بیش از 600-700 میلیون دلار سنگ ما صادر میشه، پولش هم کسی دیگه میگیره، نامش هم کسی دیگه میگیره، اما ما داخل افغانستان اون کسی که رو مشتری بیرونی خارجی نهایی است اون نمی فهمه این سنگ از کجا آمده. از سوی هم مسئولان وزارت تجارت و صنعت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کشور می‌خواهند که از فرصت پیش آمده در جهت سرمایه‌گذاری در افغانستان استفاده کنند. مولوی صبغت الله آخوندزاده رئیس برنامه انکشاف و تجارت وزارت صنعت و تجارت گفت وزارت صنعت و تجارت با تسهیل قوانین و مقررات در تلاش ایجاد سهولت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری در افغانستان است. مونږ د ټولو دوستانو څخه او د خارجي پانګوالو څخه خواهش کوو او غوښتنه کوو چې اوس بالحاله په افغانستان کې واقعا دی چې فرصت موجود دی، د سرمایه ګذارۍ دپاره فرصتونه موجود دي، لله الحمد امن شته. اوس موږ او تاسو کولی شو په ګډه باندې یو ځای د افغانستان د آبادۍ دپاره همداسې قدم واخلو که نن چې لاروي صاحب قدم اخیستلی. گفتنی است که افغانستان از لحاظ داشتن منابع یکی از کشورهای غنی جهان به شمار می رود که ارزش معادن آن بیش از 4 تریلیون دلار تخمین شده است. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.